سلام، به یه قسمت دیگه از نکته بالی خوش اومدید. توی این قسمت یه قسمت دوم لایه‌لایه کردن کیکه میخوام به صورت عملی بهتون نشون بدم که کیکتون رو چجوری میتونید با چاقو تقسیم کنید. با هم ادامه‌اش رو ببینید. خب من میخوام این کیکم که کیک اسفنجی سایز 20 سانت هست رو برش بدم. کیکم رو روی یه تخته گذاشتم و یه دونه از این همی پارچه پلاستیکی رو میذارم روی صفحه گردونم و کیکم رو روش قرار میدم. سعی کنید که وسط قرار بدین، اینم کمک میکنه به صاف بریدن. خب اول بهتون میگم که این کیک من سطح روش صافه و نیازی به صاف کردن سطح روش نداره و فقط من میخوام به دو قسمت تقسیمش بکنم. حالا این استپش اختیاریه، شما میتونید با استفاده از یه خطکش و یه چاقوی کوچیکتر دور تا دور کیکتون علامت بزنین جاهایی که میخواین ببرینش، یعنی رد بندازین. در حقیقت مثلا این کیک من الان حدوداً 4 سانته و من میخوام سر 2 سانت علامت بذارم، پس سر 2 سانتش من یه علامت اینجا میزنم، یه سوراخ تقریبا کوچیک ایجاد میکنم، دوباره یکم میام این طرف در کیکم، سر این 2 سانت دوباره یه سوراخ ایجاد میکنم، یه علامتی در حقیقت برای خودم میذارم. همین کار رو تمام اطراف کیک تکرار میکنم. فقط برای این کار بهتره که شما از زاویه مستقیم ببینین، از بالا نگاه نکنید، یعنی بیاید پایین قشنگ و چشمتون رو مستقیم قرار بدین که بهتر بتونین علامت بزنین، دقیق تر علامت بزنین. حالا من علامت ها رو دور تا دور کیک زدم و با این چاقوی بزرگم چاقومو به صورت مستقیم صاف نگه میدارم، چاقوم رو زاویه دار نگه نمیدارم، صاف. دستم هم سعی میکنم صاف باشه، چاقوم هم صاف، و خودتونم سعی کنید که هم سطح کیک بکنید، یعنی نگاهتون حداقل یه جوری باشه که بتونید تسلط داشته باشید. شروع میکنم، چاقوم رو میذارم روی یکی از این علامت هایی که زدم و این همینطوری کیکم رو با دست میچرخونم، صفحه گردونم رو با یه دست میچرخونم و چاقوم رو ولی ثابت نگه دارم. این دست چاقوتون رو نمیخواد حرکت بدین، فقط این دستم رو میچرخونم، دست چپم رو، و کیک رو حرکت میدم و سعی میکنم چاقوم رد بندازه تمام اطراف کیک و این سوراخ‌ها و نقطه هایی که ایجاد کردم رو به هم وصل کنه. در حقیقت توی این قسمت من هیچ فشار زیادی به چاقوم نمیارم، نمیخوام اصلا تو عمق کیک برم، فقط میخوام یه خط ایجاد کنم. حالا که این خط رو ایجاد کردم میتونید دستتون رو بلند نکنین، همینجا اصلا چاقو رو نگه دارین. حالا یه مقداری به دستیم که چاقوه فشار بیشتری میارم و یه مقداری هم حرکت عقب و جلو بهش میدم، در حالی که با دست چپم کیکم رو میچرخونم و همون خط رو دنبال میکنم و فقط یه مقدار فشار دست راستم که چاقو هست رو بیشتر میکنم که چاقو یه مقداری بیشتر فرو بره توی کیک. همین کار رو هی ادامه میدم، هی فشارم رو بیشتر میکنم، میبینید هی چاقوی من هی داره بیشتر فرو میره توی کیک و در این حال من اصلا زاویه چاقو رو تغییر نمیدم. چاقوتون باید دقیقا هم سطح کیکتون قرار بگیره. من همین کار رو ادامه میدم. و یه نکته دیگه که در حواستون باشه اینه که اگر از این طرف نگاه کنید متوجه میشید چاقوی من این قسمت نوک تیزش و سر چاقوم این قسمت وسط قرار نگرفته، یعنی چاقوم از دو طرف بیرون زده. این دقیقا همون دلیلی که بهتون گفتم چاقویی که انتخاب میکنید از خود کیکتون بزرگتر باشه که دو سر چاقوتون از دوور کیک بیرون بزنه. این باز یه راهیه که باعث میشه حتما لایه کیکتون صاف در بیاد. من همین کار رو ادامه میدم، من از این طرف انجام میدم که شما بهتر ببینید. خیلی هم حرکت شدید نمیخواد بدین، همین یه کوچولو هم دستتون رو حالت اره‌ای حرکت بدید کافیه و هی فشار رو من بیشتر میکنم. خب حالا این چاقوی من دیگه تقریبا به وسط رسیده و من دیگه یواش یواش میتونم مثلا چاقوم از این طرف کیک در بیارم، من از این طرف وارد شده، از این طرف دیگه میتونم درش بیارم. کم کم همین حرکت رو ادامه میدم و دیگه کیک من بلند میشه. من بهتون نشون بدم که چطوری شد. این یک لایه کاملا صافه. داشتن یه تخته دیگه هم کمک میکنه که شما بتونید این یکی لایه‌تون رو منتقل کنید به اون یکی تخته. این کیکی هم که الان بریدم کیک اسفنجی که دستورش رو توی صفحه‌ام دارم، میتونید برید ببینید. حالا میخوام یه روش دیگر نشون بدم. این یه کیک شیفونه که من میخوام بهتون نشون بدم. هیچ فرقی نمیکنه که چه کیکی شما استفاده میکنین، ولی میخوام تو این از روش خلال دندون استفاده بکنم. روش خلال دندون اینطوریه که شما به یه تعدادی خلال دندون احتیاج دارین. این کیکم رو هم با سطحش صافه، نیازی به صاف شدن سطح بالاش نداره و من میخوام اینم نصف کنم از وسط.
شما میتونید با خط کشتون دوباره علامت گذاری بکنید، ولی علامت هایی که میذارید رو با یه خلال دندون علامت بذاری. من این کار رو دور تا دور کیکم انجام میدم. اگر نخواستین میتونین از خط کشم استفاده نکنین، همینطوری چشمی این کار رو انجام بدین دیگه، حدودی. فقط نکتهش اینه که یه کوچولو خلال دندونتون رو از اون نقطه‌ای که دقیقاً میخواین برش بدید پایین تر بذارین، مثلا 1 میلی‌متر. و الان دور تا دور کیکم این خلال دندون ها قرار داره. حالا چاقوتون رو بذارید روی خلال دندون و سعی کنید بالای خلال دندون ها رو به هم وصل کنید و ادامه بدید همین حرکت رو. دقیقا همون تکنیک قبلی، ولی شما یه خلال دندون دارید که یه کمی شاید وصل کردن رو برای شما آسون تر بکنه. حقیقتش این برای من آسون تر نمی کنه، ولی خیلی ها از این کار استفاده می کنن. این دیگه بستگی به راحتی خودتون داره. اینی هم که چقدر خلالندون رو فرو بکنید باز بستگی به راحتی خودتون داره، که البته به نظر من فرو کردنش باعث تسلط بیشتر میشه. شما بیشتر اگه فرو بکنید چاقوتون بهتر میشینه روی خلالندون. ولی دیگه این راهیه که خودتون ببینید که چجوری راحت ترید. حالا بعد اینکه علامتتون رو گذاشتین میتونید خلالندونا رو بردارین، یا اینکه میتونید با وجود همین خلالندونا کل کیکتون رو برش بدین. ولی من از اونجایی که ترجیحم بدون خلالدندونه این خلالدندون ها رو در میارم و بدون خلالدندون انجام میدم. من میخواستم به شما نشون بدم که واقعا ممکن برای بعضیا این کار آسون تری باشه. حالا من همون روش خودم رو، همون چشمی خودم رو انجام میدم. اینم دو تا لایه کاملا صاف. کیک شیفون کیک نرمتریه به نسبت کیک اسفنجی و بریدنش یه کمی تریکی تره، یه کم ها، چون کیک اسفنجی روغن اینا نداره، یه مقداری کیک سفت تریه یه کم و خب بریدنش راحت تره. هرچقدر کیکتون مویستر و نرمتر باشه یه کمی بریدنش سخت داره. خب حالا که به طور کلی تکنیک ها رو بهتون گفتم، میخوام یه مدل کیک رو بهتون نشون بدم که شما این سرش رو هم باید، حالت گنبدی شکلش رو هم باید صاف بکنید. من کیکم رو میذارم. این یک کیک شکلاتی خیلی خیلی مویستیه. برای این کار شما بالاترین جای سطحی از کیکتون رو که میتونید ازش قسمت صافی در بیارید در نظر بگیرید و باز همون کار رو تکرار کنید. سعی کنید کمترین میزان پرتی رو حالا از کیکتون داشته باشید. این کیک من انقدر مویست و نرمه که به دست من ازم میچسبه. اینم آخرین کیکی که من اینجا دارم. این یکی کیک من کیک بلندیه. من میتونم این کیک رو به 3 قسمت تقسیمش بکنم، ولی خب من اون مدل کیکی که میخوام از این استفاده بکنم، کیکی که میخوام هر لایش کلوفت باشه. ولی اگر خواستین کیکتون رو 3 قسمت بکنین، دقیقا همون روش رو باید انجام بدین. میتونین از خطکش استفاده بکنین و این اندازه رو به 3 قسمت تقسیم بکنید، یعنی 2 تا علامت بزنید و دور تا دور کیکتون این کار رو تکرار کنید. فقط اول حتما کیک هایی که حالت گنبدی شکل داره بالاشون، حتما قسمت گنبدیشون رو اول ببرید، بعد شروع بکنید به علامت زدن. این خیلی مهمه. بعد یه مدت که شما این کار رو انجام بدید انقدر سریع میشید که اصلا فکر نمی کنید. فقط همینطوری کیک رو میبرید دیگه، انقدر دستتون میاد که به خطکش و خلالدندون رو نمیدونم هیچی احتیاج ندارید. همینطوری یعنی چشمی کاملا میتونید این کار رو انجام بدید. فقط اگر شما این چاقوتون رو صاف نگه دارید مطمئن باشید لایه صافی در میاد. اینم از این. همین. اینم از بریدن کیک و لایه لایه کردن کیک. واقعا آسونه، ولی فقط یه مقداری تمرین میخواد و فقط یه مقداری اعتماد به نفس میخواد. نکات مهمش هم دوباره اگه بخوام یه خلاصه ای از کلش بگم، چاقوی خوب و بزرگ و اره‌ای، چاقوی نون داشته باشین. ترجیحاً اگه میتونید یه دونه صفحه گردون تهیه کنید. سعی کنید هم سطح کیکتون بشین، یعنی از نظر چشمتون با کیکتون تا اونجایی که میتونید هم سطح بشه که برش صاف داشته باشین و چاقوتون رو هم موقع برش زاویه دار نگیرید، صاف نگه دارین. امیدوارم که این تکنیک‌ها به دردتون بخوره و حتما دیگه از این به بعد با خیال راحت کیکتون رو لایه لایه کنین و حتما برای من عکساتون رو بفرستین اگر این کارو کردین. خیلی خوشحال میشم ببینم که شما موفق شدین کیکتون رو صاف و یک دست لایه لایه کنین.
تا یه قسمت دیگه از نکته با علی، خداحافظ.